سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام به شما در مورد افیلیت مارکتینگ صحبت بکنم و بهتون بگم که حداقل برای اونایی که تو ایران هستن چطور میتونن از قابلیت افیلیت مارکتینگ برای کسب درآمد استفاده بکنن. ویدیو امروز رو تا انتها همراه من باشید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم از شما خواهش میکنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید. آدرس کانال تلگرام، اینستاگرام من همین بالا هست. توی اینستاگرام من به صورت روزانه ویدیو میذارم، منتها ویدیو پاسخ به سوالات شماست که اونجا به صورت ویدیویی قرار میگیره. حتما توی اینستاگرام صفحه منو فالو بکنید و پیگیر ویدیوها اون سمت هم باشید. بریم سراغ وبسایت امروز. من قبلتر در مورد افیلیت داش سیستم دات اورگ با شما صحبت کرده بودم، روش کسب درآمد از طریق این وبسایت رو به شما گفته بودم و به شما گفته بودم این وبسایت یه پلتفرم کاملا حرفه‌ای در اختیارتون قرار میده برای اینکه بتونید فروشگاه افیلیت مارکتینگ خودتون راه اندازی بکنید، که من خودم هم از طریق اینها یه سایت رو انداختم و از اون طریق هم شروع کردم به فروختن. جدای از اون وبسایت، من داخل این وبسایت با انتشار لینک خودم کسب درآمد داشتم و الان مجدد لاگین میکنیم داخل این سیستم تا ببینیم الان میزان درآمد من توی چند روز گذشته چقدر بوده، که با هم دیگه خواهیم دید. اما قبل از اینکه من اون رو بهتون توضیح بدم، اجازه بدید بهتون بگم که پلتفرم های مختلفی در سراسر دنیا وجود داره، روش های مختلفی هم برای اینکه شما بتونید یه فروشگاه افیلیت رو برای خودتون راه اندازی بکنید هست. به عنوان مثال در فروشگاه سازایی مثل ووکامرس، مثل پرستاشاپ، مثل و حتی وردپرس معمولی هم شما بخواید نصب بکنید، اینها تماما قابلیت انتشار کالاهای لینک های افیلیت رو در اختیار شما قرار میدن. اما محدودیت هایی که در این CMS ها وجود داره باعث میشه که افراد از انتشار و یا گسترش خدمات خودشون در قالب یک فروشگاه افیلیت مارکتینگ خودداری بکنن و به این سمت حرکت بکنن که از روش های دیگه برای انتشار کالاهای خودشون در سطح اینترنت استفاده بکنن. برای اینکه شما بتونید از سیستم افیلیت داش سیستم دات اورگ استفاده بکنید و عملا به عنوان یه پلتفرم خارجی بیای و قابلیت فروش بین‌المللی خودت رو استارت بزنی، شما باید عملا 4 تا پلن رو استفاده بکنید. یا پلن بیسیک می تعیین می‌کنید، یا استاندارد، یا پرو و یا آنلیمیتد. زمانی که شما هر کدوم از این پلن‌ها رو تعیین بکنید، بر اساس تعداد کالاهایی که مشخص شده فقط میتونید توی این وبسایت‌ها کالا منتشر بکنید و میتونید از طریق این وبسایت‌ها کالاهای خودتون رو در اختیار بقیه قرار بدید تا افراد بتونن ببینن. توی پلن بیسیک فقط میتونید 5000 تا کالا قرار بدید، اما توی پلن استاندارد 15000 تا. در نظر بگیرید وبسایتی مثل علی اکسپرس با داشتن چند میلیون کالای مختلف، این قابلیت رو به شما میده که بتونید خروجی فایل های مختلفی که توی این وبسایت هست رو به صورت فایل اکسل دریافت کنید و اون رو در وبسایت خودتون قرار بدید. داشتن یه فایل اکسل باعث میشه که شما خیلی راحت بتونی کالاها رو توی فروشگاه ساز خودت ایمپورت بکنی و اونها در وبسایت به صورت کامل نمایش داده بشن. اما شما اگر قرار باشه از سیستم‌های مثل CMS های وردپرس، ووکامرس، سایر سیستم‌ها بخواید استفاده بکنید، اتفاقی که میفته اینه که شما به صورت محدود فقط میتونید یه تعداد کالا رو بگیرید توی اکسل قرار بدید، چون عملاً وبسایت‌ها این پذیرش رو ندارن که بتونن فایل اکسل قبول بکنن و شما بتونید به صورت یه لحظه مثلا 100000 تا کالا رو توی وبسایت خودت قرار میدید. اما توی مثلا afiliate.com.org که بهتون گفتم، توی این قابلیت این امکان وجود داره که به صورت فایل اکسل این فایل ها رو از مثلا علی اکسپرس یا سایت های دیگه بازاریابی بگیرید و اونجا به صورت کامل ایمپورتش بکنید. بعد از ایمپورت هم کالاهای شما به صورت کامل در اختیار بقیه افراد قرار میگیره و اونا دقیقاً یه فروشگاه سایت مثل همین فروشگاه که شما الان می‌بینید راه اندازی میکنن و تمام کالاها با قیمتی که مشخص شده قرار میگیره و به ازای هر کلیک که افراد انجام میدن پورسان در اختیار شما قرار میگیره. من ویدیوهای روش‌های کسب درآمد از طریق افیلیت مارکتینگ رو قبلتر هولوش 50 تا ویدیو منتشر کردم. حالا 2-3 تا از ویدیوها رو اگر این ویدیو رو دارید توی یوتیوب میبینید، سمت راست بالای علامت تعجب سفید رنگ روش کلیک بکنید، لیست ویدیوهای افیلیت مارکتینگ یا حداقل از 0 تا 100 افیلیت مارکتینگ رو میتونید اینجا به صورت کامل در قالب 50 تا ویدیو یا حتی بیشتر از این تعداد به صورت کامل میتونید مشاهده بکنید. اما برای اینکه شما بتونی پلن‌های این سرویس افیلیت سیستم رو تهیه بکنی، دو راهکار وجود داره. یا شما از طریق شرکت‌های واسط که قبلتر به شما معرفی کردم اقدام میکنید و یه پلن خریداری میکنید، و یا اینکه خودتون شروع میکنید به خریدن یه پلن
affiliatesystem.org و میاد یه فروشگاه ساز کاملا حرفه‌ای رو با اسم آدرس خودتون، یعنی با آدرس دومین خودتون منتشر میکنید. و حتی ببینید مثلا توی این وبسایت شما اگر بیای پلن استاندارد رو بخری، یه دونه فری دومین هم بهتون میدن که دومین .com هست. یعنی اولا شما به راحتی میتونید یه دومین .com هم اینجا داشته باشید، اما توی پلن $60 بخواید بگیرید دیگه اینجا به شما دومینی داده نمیشه و عملا شما فقط یه فروشگاه دارید با آدرس افیلیت سیستم که چندان برای شما کاربردی نخواهد بود، مگر اینکه فقط برید آدرس فروشگاهتون که با افیلیت سیستم شروع میشه رو برید تبلیغ بکنید، که چندان افراد رغبتی برای این کار برای این پلن ایجاد نمیشه براشون و همه ترجیح میدن بیان پلن استاندارد رو بگیرن تا با آدرس خودشون فروشگاه خودشون رو تبلیغ بکنن. توی پلن استاندارد فری دومین در اختیارتون قرار میگه و شما به راحتی میتونی به یه دومین رو خریداری بکنی و رو آدرس خودت، مثلا www.iran.com مثلا، این میشه آدرس شما و هر کسی بزنه iran.com فروشگاه شما که توی افیلیت سیستم هست برای شما باز میشه. خب گفتم پلتفرم‌های مختلفی سراسر دنیا وجود داره، اما قابلیتی که این سیستم در اختیارتون قرار میده بی‌نظیره. چون من خود من هم الان تقریبا یه سال و نیم دو ساله دارم از این سیستم استفاده میکنم و حتی همون اوایل هم دید من ویدیو گذاشتم برای روش‌های کسب درآمد از طریق این وبسایت که یه تعداد بسیار زیادی از افراد هم اومدن شروع کردن به کار کردن، همون عده الان برای خودشون فروشگاه ایجاد کردن و فروشگاه ساختن و شروع کردن به کسب درآمد. خب روش‌های کسب درآمد از طریق این وبسایت یه راه حل بیشتر نیست، اونم از طریق لینک بازاریابیه که شما میتونید لینک بازاریابی خودت رو بیای و پخش بکنی. اما اگر نخواستی این کار رو انجام بدی، میتونی بیای مستقیما خودت یه پلن رو خریداری بکنی و شروع کنی به کسب درآمد. توی بخش افیلیت پروگرام این وبسایت میتونید جزئیاتی راجع به درصدهایی که در اختیارتون قرار میگیره برای افرادی که بازاریابی این کار رو انجام میدن رو میتونید به صورت کامل مشاهده بکنید. خب بر فرض اینکه شما توی این وبسایت عضو هستید، ولی در اصل اگر عضو هم نبودید، بعد از اینکه وبسایت رو باز کردید، من لینک شایدنیتای ویدیو براتون گذاشتم، میرید تو قسمت عضویت و فرم عضویت رو تکمیل میکنید. بعد از اینکه عضویت پیدا کردید، از طریق یوزر و گزینه لاگین رو کلیک میکنید، داخل میشید. ببینید دوستان، این وبسایت تا به امروز با ایران مشکلی نداشته، یعنی عملا هیچ اتفاقی برای همکاری اینها با ایران نیفتاده و دارن خب راحت با هموطنهای ایرانی، دوستانی که تو ایران هستن، دارن از طریق این سیستم کسب درآمد میکنن و دارن پول برداشت میکنن و این سیستم هیچ جنبه مالی برای ارتباط تحریم یا هر مسئله دیگه نداره که قرار باشه ایرانی ها رو ببنده. پس از این بابت خیالتون راحت باشه و هیچ اتفاقی برای شما تا به امروز نیفتاده و انشالله امیدوارم که هیچ اتفاقی هم نیفته. و بعد هم که دیگه میتونید شما لاگین بکنید داخل این سیستم، حتی با آی پی ایران هم میتونید وارد بشید و شروع بکنید به کسب درآمد. اما برای تسویه حساب توی این وبسایت مطمئنا شما اگر به یه درآمدی برسی، مثلا بیا پلن های این سیستم رو معرفی بکنید، خب درآمد توی این سیستم ذخیره میمونه. شما دوتا راهکار داری، یا میای به عنوان یک فردی که اینجا هست میای پولتون از طریق این سایت برداشت میکنی توی حساب بانکیت، یا حتی پرفکت مانی میتونی دریافت کنی، و یا اینکه در حسابهای مثل وب مانی میتونی پولتو دریافت کنی، یا اگر در هر کشوری دیگه هستی از طریق وستر یونیون، برای دوستانی که در افغانستان هستن مخصوصا میتونن به راحتی از طریق این وبسایت پولشون رو از طریق وستر یونیون توی شهرشون دریافت کنن و برن و اون پول رو نقد بکنن. برای همه دوستان هم به همین شکل اتفاق میفته. اما اگر نتونستید دوباره باز پول خودتون رو از طریق اینها نقد بکنید، من قبلا آموزش رو دادم که توی این لینک های بالا هم معرفی کردم که حتما میتونید اون رو مشاهده بکنید. اما اگر باز هم نخواستید این کار رو انجام بدید، میتونید از وبسایت های واسطی که وجود داره مثل اونپا.تاب که من قبلا هم آموزش رو دادم، الان هم دوباره همین لینک رو برای شما قرار میدم که میتونید از طریق این وبسایت برید و به راحتی درآمد نقدی خودتون رو از سایت افیلیت سیستم نقدش بکنید و معادل ریالیش رو توی حساب بانکیتون دریافت کنید. یکی از مواردی که دوستان خیلی براشون سوال میشه اینه که آقا من میخوام پلن‌های این سیستم رو بخرم و شروع کنم به فروش بین‌المللی. من میخوام کالاهای علی اکسپرس رو توی وبسایت خودم با اسم خودم بفروشم و به ازای فروش همین کالاها هر چقدر دلار هست کارمزد دلاری خودم رو دریافت کنم. خب برای اینکه شما بتونید این کارو انجام بدید، گفتم دو راه حل وجود داره. یا خودت اقدام میکنی به خرید اینها که اگر ویزا مستر امریکن اکسپرس داشته باشی میتونی این رو کارو انجام بدی. اگر هم نداشته باشی، خب میتونی به راحتی بیای از سایت مثلا onpa.tab بری و از قسمت فروشگاه این وبسایت پرداخت در سایت‌های خارجی رو انتخاب بکنی،
در نهایت بعد از اینکه این قسمت برای شما باز شد، میتونی قسمت پلن‌های افیلیت سیستم رو خریداری بکنید. ببینید دوستان، 20% تخفیف بر اساس نرخ روزانه دلار هم که بخواید شما حساب بکنید، کمتر از نرخ بازاری که تو بازار ایران داره معامله میشه، شما میتونید پلن‌ها رو خریداری بکنید. خب دلار هست 25000 تومان، ما میگیم یه پلن شما میخواید بخرید 60 دلار قیمتشه، مساوی است با 1,500,000 تومان، یعنی پلن 60 دلاری برای شما در میاد با نرخ 25000 تومان به 1,500,000 تومان. حالا ببینیم این وبسایت پلن 60 دلاری رو چقدر با ما چقدر حساب میکنه. میذاریم 60 دلار، ببینید 1,503,000 تومان بوده، شده 1,200,000 تومان. حالا ما میگیم آقا 1,200,000 تومان تقسیم بره 60 دلار میکنیم، ببینید هر دلار برای ما چقدر حساب میشه. ببینید دوستان، هر دلاری که الان توی بازار ایران هست 25000 تومان قیمتشه، اما اگر از طریق این سایت شما خرید بکنید میشه 20000 تومان. این 5000 تومان چطوری میشه که کمتر از نرخ روزانه دلار به شما این مبلغ رو واگذار میکنن؟ تنها در یک حالته، اونم این که اینها میان با لینک بازاریابی خودشون پلن خریداری میکنن، یعنی پلن رو میان با لینک بازاریابی خودشون برای شما میخرن، اون مبلغی که سیستم به عنوان کارمز به اینها یا کمیسیون به اینها میده رو دوباره دقیقا همون رو اومدن اینجا برای کاربر تقسیمش کردن، یعنی به کاربر دادن این مبلغ رو. به این شکله که وقتی شما یه پلن 60 دلاری رو میخری میشه 1,200,000 تومان، اما اگر خودت بخوای بخری میشه 1,503,000 تومان، یا میشه 1,500,000 تومان. اختلاف قیمتی دقیقا همینه. حالا من میگم آقا من میخوام پلن 120 دلاری رو بخرم، اگر 120 دلار رو ما بخوایم ضرب در 25000 تومان بکنیم چه اتفاقی میفته؟ میشه 3,000,000 تومان. اوکی، حالا ما اگر قرار باشه 120 دلاری این وبسایت رو بخریم، به ما این گفت 3,000,000 تومان، میشه 2,400,000 تومان، یعنی 600,000 تومان ارزون تر از 2,400,000 تقسیم بر 120 دلار، مساویه با هر دلاری دوباره براتون در اومد دونه 20000 تومان. در حالی که شما اگر قرار بود خودت پلن 120 دلاری رو بخری، عملا باید 3,000,000 تومان هزینه می‌کردی، اما الان کلا 2,400,000 پرداخت می‌کنی و یه پلن 120 دلاری می‌گیری به همین راحتی. حالا یه عده‌ای میگن آقا مگه میشه؟ بله میشه. اینها دقیقاً از درصد خودشون زمان تخفیفی که دارن میگیرن، از همون کمیسیون پرداختی که قبلا لینک بازاریابیشو پخش کردن استفاده میکنن برای جذب مشتری خودشون و بازدید کننده خودشون، و به همین شکل هم میان و پلن های مثلا 120 دلار و 60 دلار و 90 دلار و 300 دلار با قیمت 20000 تومان برای شما میگیرن. البته این برای نرخ امروزشونه، شاید در زمانی که شما این ویدیو رو میبینید نرخ دلار ارزون تر شده باشه، پس اونجا 20000 تومان با شما حساب نمیکنن. شک نکن 5000 تومان زیر نرخ بازار شما میتونید راحت اینجا بیای و پلن خریداری بکنی. خب پس من وقتی بتونم از طریق اینها خرید انجام بدم، سعی میکنم سود خودم رو حداقل بیشتر بکنم، دامنه سود خودم رو همون 600000 تومانی که من تخفیف میگیرم میتونم سرمایه گذاری بکنم برای دامنه، برای وبسایت، برای تبلیغ بکنم وبسایتم رو، و اون هزینه‌ای که میخوام پرداخت بکنم خودم به صورت مستقیم خرید بکنم رو میام به این شکل خرید انجام میدم، یه تخفیف میگیرم، همون 600000 تومان میبرم برای خودم به شکل دیگه هزینه میکنم. حالا ببینید اینا مثلا الان یه کلمه‌ای دارن به اسم افیلیت، تو زمان خرید وقتی شما اینو میبرید تو سبد خرید و زمان پرداخت که بزنی به شما میگه کوپن تخفیف، همین افیلیت رو میتونی بزنی. و یه زمانی هم من یه کد تخفیف داشتم از طریق این دوستان گرفته بودم به اسم محمود بیز بود، که وقتی اون تخفیف رو میزدم دومینی که سرویسی که از طریق اینو خریداری میشد دقیقا با نرخ پایین تر بود، مثلا میشد به عنوان مثال الان مثلا میشه 19000 تومان هر دلاری. باز هم دوباره با همین پلن ها با همین کد تخفیف شما میتونید تخفیف بیشتری هم در زمان خریدتون از این سیستم دریافت کنید. خب این روش پرداخت یا روش حداقل نقد کردن درآمد ارزی یکی از روش های خیلی خوبیه که شما میتونی برای راه اندازی کسب و کار افیلیت مارکتینگ خودت به راحتی استارت بزنی با کمترین مبلغ. یعنی شما اومدی یه پلن رو خریداری کردی که این پلن به راحتی قابل استفاده است و شما میتونی تمام این هزینه رو شروع بکنی به کسب درآمد و یه کسب درآمد معقول برای خودت به صورت بین‌المللی داشته باشی و این پول رو هم به شکل بسیار بسیار ساده توی ایران دریافت بکنی. خب دقیقاً ببینید اینها خودشون دوباره همین رو دارن، یعنی شما نقد کردن درآمد ارزی هم از طریق اینا میتونید انجام بدید که پولتون رو توی ایران دریافت بکنید. پس به راحتی شما میتونید این کارو انجام بدی و حتی پولت رو
داخل اکانت ایران خودت بیای به صورت تومن دریافت کنی، یا البته تو هر کشور دیگه که باشی اینها برای شما این کار رو انجام میدن. خب سایت های خیلی زیادی هستن که این خدمات رو ممکنه انجام بدن. من اومدم اینا رو معرفی کردم توی همون ویدیوهای اول به این علت بود که خب اینها به صورت کامل تخصصا دارن کار میکنن و آشنا هستن با بازار افیلیت مارکتینگ، و از بعد دیگه بخواد نگاه بکنید هزینه هایی که اینها دریافت میکنن تقریبا 2/3 مبالغیه که بقیه دارن دریافت میکنن. یعنی بقیه ممکنه به شما دلار 26,000 تومان 27,000 تومان بدن، اما اینا دلار رو با 20,000 تومان به شما دارن حساب میکنن، اون هم دلاری که میتونن سودش رو ببرن، اما از همون مبلغ کمیسیونی که سیستم بهشون میده به کاربر پرداخت میکنن تا کاربر بیاد یه پلن کاربری بگیره و از طریق اون شروع کنه به کسب درآمد. لینک این خدمات این وبسایت رو من در انتهای ویدیو برای شما قرار دادم. اما سیستم افیلیت سیستم که قبلا ما دیگه کار کردیم، ببینید من الان 63 دلار درآمدم شده. برای اینکه بتونیم از طریق این وبسایت کسب درآمد داشته باشیم چه کاری باید انجام بدیم؟ من توی 6 تا قسمت ویدیویی راجع به این سایت صحبت کردم و توضیح دادم و روش‌های کسب درآمد از طریق این وبسایت رو به شما گفتم. اما اگر می‌خواید کسب و کار اینترنتی خودتون رو اول بیاید به صورت افیلیت مارکتینگ شروع بکنید، میتونید بیاید این لینک بازاریابی خودتون که در صفحه افیلیت مارکتینگتون بعد از اینکه وارد شدید میبینید رو، میتونید این لینک رو در اختیار بقیه قرار بدید تا افراد از طریق خرید پلن‌های کاربری که تو این وبسایت هست عضو بشن و شروع کنن به فعالیت. به ازای خریدهایی که اینا میان پلن انجام میدن و خرید انجام میدن، شما اینجا به درصدت اضافه میشه و در نهایت خیلی راحت میتونی از گزینه برداشت وجه این پول رو برداشت بکنی. که گفتم اگر شما حساب خارجی نداری میتونی از طریق پرفکت مانی پول تو برداری، یا از طریق پیپال میتونید پول تو برداری، یا میتونید از طریق مثلا وب مانی میتونید پول تو برداری، یا از هر وبسایت دیگه‌ای که مد نظرت باشه، که البته راحت ترین راهش حساب بانکیه که شما میتونید به راحتی اونو برداشت بکنید. که گفتم اگه حساب بانکی هم که نداشته باشید، میتونید از همین طریق سایت onpa.top میتونید دریافت حساب بانکی بگیرید و پول به حساب اونا واریز بکنید و از طریق اونا معادل ریالیش رو دریافت بکنید. خب به همین شکل کار کردن توی این وبسایت برای شما خیلی ساده میتونه باشه. حالا یه عده‌ای بودن میگن آقا ما پلن رو خریدیم و برای اضافه کردن محصول توی وبسایت فروشگاه خودمون باید چه کار بکنیم؟ شما رفتی تمام کالاهایی که در علی اکسپرس هست رو دانلود کردی به صورت فایل اکسل و الان میتونی به راحتی توی وبسایت خودت از طریق افیلیت سیستم تمام فایل رو ایمپورت بکنی. ایمپورت کردن این فایل توی سایت فروشگاه شما خیلی ساده است، اما باز هم اگر نخواستید افرادی هستن به صورت واسط که میان برای شما گروه میسازن، ساخت همون گروه های فروشگاهی که مثلا بخواد کاتگوری یا بخش های فروش شما باشه، این یه مقداری شاید زمان ببره، شاید مثلا 4-5 روز زمان ببره، اما ایمپورت کردن محصولات توی این وبسایت خیلی ساده است و فقط با اضافه کردن فایل اکسل به وبسایت به راحتی کالاتون تو فروشگاه اینترنتیتون ایمپورت میشه. من ویدیوی روش های ایمپورت همون محصولات رو در انتهای ویدیو برای شما میذارم، حتما اون ویدیوها رو هم ببینید و شروع کنید به کسب درآمد. خب روش کسب درآمد بین‌المللی برای دوستانی که تو ایران هستن با این سیستم ها بسیار بسیار ساده است و شما میتونید به راحتی شروع بکنید به کسب درآمد اینترنتی از طریق سایت های واسطی که در سراسر دنیا وجود دارن، کما اینکه ممکنه شما سرویس ها و سیستم های دیگه ای ببینید که اون سرویس ها و سیستم ها این قابلیت ها رو داشته باشن. حتما حتما اونها رو به ما معرفی بکنید، توی انتهای ویدیو بنویسید تا بشه در اختیار بقیه افراد قرار داد که بقیه افراد هم بتونن از طریق اونها شروع کنن به کسب درآمد. اگر سرویس های رایگان یا آشنایی میشناسید هم حتما معرفی بکنید و شروع بکنید به کسب درآمد اینترنتی. از همین الان هم که شروع بکنید دیر نیست، اما مطمئنا جلوتر از بقیه دوستاتون هستید و همین امروز قدم اول رو بردارید و استارت یک بیزینس اینترنتی و کاملا آنلاین رو برای خودتون بزنید. بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید تا به این لحظه همراه کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. اگر سوالی براتون ایجاد شد حتما در انتهای ویدیو برای من بنویسید، من به سوالات شما به صورت فایل های ویدیویی در اینستاگرام حتما پاسخ میدم و میتونید اونجا پاسخ به سوالات خودتون رو مشاهده بکنید. از اینکه وقت گذاشتید تا به این لحظه همراه کانال محمود بیز در یوتیوب بودید از همتون سپاسگزارم. وقتتون به نیکی و سلامتی باشه. ممنونم. کانال من رو حتما در یوتیوب سابسکرایب کنید، محمود بیز که سرچ بکنید تو یوتیوب کانال من باز میشه براتون، و در تلگرام هم که زیرنویس ویدیو شد، اینستاگرام هم زیرنویس ویدیو شد، حتما عضو بشید. شب و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.